مثل هر جمعه نگاهی میاندازیم به کسب و کار فیلم‌های جدید روی اکران در بخشی به نام گیشه با همراهه بهنام ناطقی. خب بهنام، هفته پیش نبودی و فیلم ایت گیشه شکن شد و ورق کسادی بازار سینماها برگشت. درسته آخر تابستون سختی بود با بیش از 13% افت فروش نسبت به آگست سال قبل و کل تابستونی که در 25 سال از نظر کسادی سابقه نداشت. فیلم ایت از واحد نیو لاین شرکت برادران وارنر بر اساس یکی از شاخص‌ترین کتاب‌های نویسنده محبوب و پرکار استیون کینگ 2 هفته صدرنشین اکران بود و فروش اون در 4007 سینما 10 روزه به 220 میلیون دلار نزدیک شد و حالا به 232 میلیون رسیده در آمریکا که رکورد فروش افتتاحیه در ماه سپتامبر رو در تاریخ گیشه شکسته. فروش اون در 56 بازار جهانی هم تا حالا 172 میلیون دلار بود، یعنی 404 میلیون دلار کلن در 2 هفته. منتقدان رو یکی از بهترین فیلم‌های میدونن که تا به حال از یک کتاب استیون کینگ ساخته شده. فیلم کارگردان آرژانتینی اندی ماسکیتی داستان رو به روز کرده، هویت جدید داده به شهرکی که این هیولای ناشناخته در لباس یک دلغک از فاضلاب بیرون میپره برای بلعیدن بچه‌ها. رابطه دو نسل، بچه‌ها و بزرگسالا رو از دهه 50 آوردن به دهه 80 و معانی تازه‌ای به این کتاب دادن که موضوع بحث حالا مقاله‌های زیادی در رسانه‌ها شده. حالا وسط سپتامبری هستیم با رونق بی سابقه که پیش بینی میشه فروش سینما تا 10 روز آینده، یعنی پایان سپتامبر، از مرز 700 میلیون دلار بگذره که باز اونم در تاریخ گیشه بی سابقه است. علاوه بر فیلم ایت، مدیون خواهد بود به محبوبیت فیلم جدید، دومی فیلم از مجموعه حادثه جاسوسی خنده‌دار کینگزمن، این بار با نام حلقه طلایی و با حضور 3 بازیگر اسکاردار. My name is Poppy Adams, CEO of the Golden Circle. سینماگر متیو وان با دومین فیلم از مجموعه جدید کینگزمن، سازمان جاسوسی مخفی شده زیر یک خیاطخانه شیک لندنی، باز می‌گردد تا وسواس ابزارهای پیشرفته جاسوسی و مخفی کاری و زد و خورد و انفجار را تا نهایتی اغراق‌آمیز تکرار کند. کار تبهکار مجنون فیلم دوم با بازی جولیان مور قاچاق مواد مخدر است، ولی هدف او همچنان که انتظار می‌رود این است که نظام جهان را با خشن‌ترین و پیشرفته ترین وسایل ممکن تغییر دهد. بازیگر جولیان مور میگوید از جنون عظمت این شخصیت در این فیلم حیرت کرده و از این خوشش میاد که این شخصیت در دنیایی ساخته و پرداخته خودش زندگی میکند. موضوع فیلم اول کینگزمن ریاکاری ثروتمندانی بود که برای حفظ محیط زیست حاضرن همه انسان‌ها را از بین ببرند. در فیلم دوم کالن فرس و همکار جوانش با بازی تران اجرتن و وردست فنی با بازی مارک استرونگ خیاطخانه مقر کینگزمن را از دست می‌دهند، ولی یک همتای آمریکایی پیدا می‌کنند به نام استیتسمن به ریاست جف بریجز و موضوع فیلم دوم اجرای دشوار قوانین مبارزه با مواد مخدر است. سیناریست و کارگردان متیو وان میگوید باید راهی پیدا کرد که مواد مخدر رو بتوان بدون آنکه به آدمها آزار برسد در جهان در دسترس قرار داد. او میگوید راهش رو نمیداند، ولی معتقد است که میتوان درباره آن بحث کرد. همیشه منتقدهایی هستند که حوصله کنند فیلمی خوش ساخت ولی در هم بر همه این چنین رو بکوبند، اما به نظر نیمی از منتقدها متیو وان بار دیگر موفق شده است مجموعه مفرحی بیافریند از شیک پوشی، رفتارهای جنون‌آمیز، جاسوس بازی با سلیقه، نمک پراکنی، حادثه و انفجارهای پیاپی که تماشاگر را در سراسر دنیا سرگرم و خوشنود از سینما بیرون بفرستد. بهنام، تا جایی که به یاد دارم اولین فیلم این سری کاملا غیر منتظره بود، اما دومی قاعدتا نمیتونه خیلی غیر منتظره باشه. بله، بعد نکته عمده درباره فیلم اول کینگزمن که فروش افتتاحیه 3 روز اول اکران اون در آمریکا 36 میلیون دلار بود و کل فروشش 128 میلیون دلار اکران اول رسید، این بود که فروش در سطح بالا ادامه پیدا کرد. هدف فیلم دوم مجموعه رو تثبیت میکنه در ارتباط با جیمز باند که هم جیمز باند رو مسخره میکنه هم رو دست اون بلند میشه. هرچند ضریب نقدهای مثبت فیلم حلقه طلایی یکم از اولی پایین تر هست،
ولی شور و حال هوادارها در فیسبوک و توییتر نسبت به فیلم اول بیشتر شده و با احتساب چند عامل دیگه از جمله بازگشت سه هنرمند اصلی و جمعی از بازیگرهای معتبر درجه اول، فروش افتتاحیه در 4003 سینما در آمریکا میتونه به 50 میلیون دلار برسه، هرچند برای احتیاط 45 میلیون دلار پیش بینی شده که راحت میره در صدر جدول این هفته، بالاتر از فیلم جدید دیگه اکران سراسری، فیلم کارتونی و طنزآمیز فیلم لگویی نینجاگو. سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های لگویی دو برند خیلی محبوب یعنی لگو و بازی نینجاگو رو در هم کرده با داستانی که در آن مجموعه ترانسفورمرها را هجم می‌کند و قصه های جنگ ستارگان را دست می‌اندازد. استادکار بنای جوان شهر نینجاگو مشهور به نینجای سبز لوید و دوستان او از جمله استاد وو با صدای جکی چن باید برای نجات شهر با جنگ سالار موسوم به گارمادون مشهور به بدترین آدم دنیا نبرد کنند. That last part, I didn't catch it. Well, I didn't say anything. What do you mean? I said I'll be waiting, and then I stopped talking. Chris and Phil and Chris McKay and I were all, you know, fans of the brick-made films that you see on YouTube. That you know, just. کارگردان چارلی بین که سابقه‌اش در کار روی مجموعه کارتونی باب اسفنجی است، میگوید او و کریس مکی و کریستوفر میلر و فیل لورد، سازندگان فیلم‌های لگویی، هوادار فیلم‌های آجوری هستند که هوادارهای آماتور در یوتیوب می‌سازند. او میگوید فرق فیلم‌های لگویی با دیگر فیلم‌های نقاشی متحرک این است که زیبایی شناختی آنها با استفاده از تکنیک استاپ موشن به وجود آمده. Lloyd. That's right. در این صحنه رویاروی پدر و پسر، حجم رابطه دارک ویدر، خبیث فیلم‌های استار وارز و یاغی جوان لوک اسکای واکر. That's not true. I haven't even been a part of your life. How could I ruin it? I wasn't even there. Really this, you know, the story is about family because that guy, the green ninja. کارگردان چارلی بین میگوید این داستان در واقع راجع به خانواده است، چون نینجای سبز لوید پسر گارمادون است و هرچند این در مقیاس بسیار بزرگ و عظیمی ساخته شده، ولی فیلم بر این رابطه پدر و پسر متمرکز است. Yes, I am on it. Yes. Yep. Maybe. Gormadon. منتقدها که دو فیلم قبلی یعنی فیلم لگویی و فیلم بتمن لگویی رو تحسین کردند، فیلم سوم رو هم همچنان خارق العاده می‌دانند، هرچند به نظر برخی این شگرد دیگر تکراری شده و اندکی نخنما به نظر می‌رسد. کارشناسان هم می‌گویند تمرکز داستان روی بازی‌های نینجاگو دامنه هوادارهای فیلم جدید را محدود می‌کند. بهنام، از توضیحاتی که دادی میشه حدس زد که شاید این فیلم لگو دیگه مثل فیلم‌های قبلیش فروش نکنه. خب درسته، فیلم لگویی بتمن در سه روز اولش 53 میلیون دلار فروش کرد که از فروش افتتاحیه فیلم اول که نزدیک به 70 میلیون دلار بود خب پایین‌تر بود. ضریب نقدهای مثبت فیلم جدید هم بالا هست، 83% ضریب کمی نیست، هرچند در یه جنبندی دیگه ضریب 54% شده چون چند تا نقد منفی رو بیشتر حساب کردن. فعالیت سایت‌های اینترنتی فیلم سوم هم نسبت به دو فیلم قبلی یکم کمتر هست. محاسبه‌ها بر اساس نظرسنجی کارشناسا از گیشه‌ها نشون میده که فیلم لگویی نینجاگو نباید مثل دو فیلم لگویی دیگه فروش افتتاحیه بالایی داشته باشه. برای این فیلم از واحد نقاشی متحرک شرکت برادران وارنر در 4037 سینما فروش افتتاحیه بالای 35 میلیون دلار پیش بینی شده. یه دلیلش همین هستش که به علت باز شدن مدرسه‌ها پنج شنبه شب یعنی دیشب اکران ویژه نداشت. با این احتساب فیلم ایت رو که حساب کنیم این هفته میره به مقام سوم در جدول پرفروش ها با فروش 32.5 میلیون دلار در سه روز آینده. خب این ماه سپتامبر یه رکورد دیگر رو هم میشکنه، اولین بار هست که سه فیلم بالای جدول فروش سه روزشون بالای 25 میلیون دلار هست. مقام چهارم به فیلم آدمکش آمریکایی American Assassin اختصاص داره که هفته پیش افتتاح شد و حالا در 3154 سینما فروشش به 7.5 میلیون دلار افت میکنه در سه روز آینده. مقام پنجم به یه فیلم ترسناک جدید میرسه از شرکت Entertainment Studios که چند ماه پیش با فیلم کنخرج 48 متر زیر آب موفقیت غیر منتظره ای داشت. I thought we were friends. Lena, what are you talking about? I saw you with everyone. Do you have any idea what it feels to be alone?
فیلم ترسناک تقاضای دوستی از کارگردان جوان آلمانی سایمون ورهوون روایت جدید داستانی است که این روزها در سینما بارها و بارها تکرار می شود. لارا با بازی الیشا دبنام کری همه لحظات زندگی خود را برای هوادارها روی فیسبوک پست می کند که تا جای ممکن لایک گردآوری کند، تا اینکه تقاضای دوستی هوادار ناشناسی به نام مارینا را میپذیرد. بازیگر الیشا دبنام کری میگوید تأثیر تکنولوژی بر زندگی فرد به خودی خود میتواند موضوع ترسناکی باشد و در این فیلم داستان خیالی هم به آن اضافه شده. I don't think this was a suicide. I think it was a ritual. شخصیت الیشا به تدریج به پروفایل دوست ناشناخته جدید فیسبوکی خود کشیده می شود و مارینا را که دختر غیر متعارفی است زیر بال خود می گیرد. همزمان دوستان لارا یکی بعد از دیگری سر به نیست می شوند. بازیگر الیشا دبنام کری می گوید برای شخصیت او لارا فیسبوک وسیله است برای بیان شخصی و نمایش زندگی، مثل یک آلبوم کاتالوگ خاطرات که می تواند خیلی خطرناک شود چون برای همه قابل دسترس است. در فیلم تقاضای دوستی که چارچوب آماده و پیش ساخته ژانر را دنبال می‌کند، استفاده از فیسبوک و امکانات آن فقط بهانه است. مشکل فیلم به نظر منتقد اسکرین اینترنشنال این است که ناشیانه ساخته شده و می‌تواند خنده‌دار باشد، که موفقیت بزرگی است، ولی نه اگر قصد خنداندن نداشته باشد. این چندمین فیلم ژانر ترسناک است که خطر دوستان ناشناس در فیسبوک رو هشدار میده. اخیراً فیلم آنفرندد رو داشتیم با سوژه مشابه که تکنیک تازه تری به کار برده و با فیلمبرداری آدم ها جلوی مونیتورها و 15 میلیون دلار در 3 روز اول فروش کرد. شور و اشتیاق هوادارها نسبت به تقاضای دوستی در اینترنت به مراتب کمتر و کمتر از فیلم قبلی این شرکت، یعنی 47 متر زیر آبه، که دو تا دختر رو توی محفظه آهنی گذاشته بود زیر آب بین کوسه ها. خب به همین خاطر برای تقاضای دوستی در 2550 سینما در 3 روز آینده 3.5 میلیون دلار فروش پیش بینی شده.